بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز السلام علیکم، می خواهم که در این برنامه یک سوالی را مطرح کنیم و برنامه را با یک سوال بسیار عجیب و غریب و تکان دهنده آغاز کنیم. آن این که آیا گاهی شده باشه که شما اتفاقا در عقل شخصی در یک مسجد نماز خوانده باشین که او شخص قبلا کافر شده باشه؟ یک نماز، و شاید که شما بسیار زیاد تعجب بکنین که چگونه امکان داره که در داخل یک مسجد اول کافر چطور داخل میشه و چگونه امکان داره که ملا امام شوه و ما در عقب از او شخص نماز بخونیم. برای اثبات این موضوع بعدند و با نقد و توضیح این مطلب میپردازیم، و به خاطر از اینکه شما به کنه این موضوع پی برده باشین، در آغاز توته از سخنان یکی از ملاها را براتان به نمایش میگذاریم. به یک تبریکی، کسی نوروز تبریکی بگه، عبادت 50 سالش برباد میشه و همچنین کفر هم که به تعقیبش که عبادت 50 ساله برباد شد، بعد میفرماین کافر میشود. برای یک لحظه وقتی که انسان این حرف ها را از دهان یک ملا میشنوه، فکر میکنه که ای ملا داره درباره یک فاجعه بسیار بزرگ بشری مثل ریختن بم بالای هیروشیما و کشتن میلیون ها انسان حرف میزنه در این خطبه و منبر حضرت پیامبر. فکر میکنه که این شخص درباره یک فاجعه بسیار خونین گپ میزنه، که یک شخص وقتی که میگه که نوروز شما تبریک و یا کالای نو میپوشه، تمام جهان را خون میگیره، انسان ها کشته میشه به خاطر یک حرف. ولی پس آن وقتی که دقیق میشین، میبینین که این شخص در باره چی داره حرف میزنه و چگونه خداوند را آن اینقدر کوچک معرفی میکنه برای مردم، دین اسلام را چقدر زیق و تنگ و بسیار کوچک و ناچیز و پیش با افتاده معرفی میکنه همانند خودش. حالا ما میخواهیم که در آغاز یک حرف را به مردم هرات باستان یادآوری بکنیم، این که هرات در گذشته ها دارای بسیار عرفا، دانشمندا و علمایی بوده. شما چگونه در عقب یک شخصی که تا این اندازه جاهل است و هیچ بویی از اسلام نبرده، و من حیث یک ملا مارموله که ایرانی شما را فریب داده و اونجا امامت میکنه؟ اگر کسی در روز نوروز لباس نو بپوشد، اگر کسی در روز نوروز لباس خود را تغییر داد و خوراک خود تغییر داد و همچنین تبریکی گفته و به دید و بازدید به تعظیم روز نوروز رفت، مثل که روزهای عید ما و شامیری مخانی هم دیگر، اگر روز نوروز رفت و همچنین خلاصه چیزی را که دیگر روزها از بازار نمی خرید و در روز نوروز خریداری کرده، او انسان بیم کفر می رود و نزدیک به کفر می شود. سرورا متاسفانه که این شخص ملا مارمولک هیچ عبایی و ترسی از خدا نداره و هیچ قاعده ای در مسائل اسلامی نمیدانه، که ما یکی دارای علم عقاید اسلامی هستیم و یکی هم دارای معاملات. عقیده، باور کردن به یک مکتب فکری و یا به یک دین و یا یک مذهب، یک امر بسیار آسان نیست جناب ملا انصاری، که به این آسانی باز به خاطر یک نوروز تبریک گفتن و به خاطر یک کلمه ای خداوند بزرگ، ای خداوند جهانیان، به این آسانی تمام عبادات و هم 50 سال یک شخص مسلمان را محو و نابود کنه. من از شما اول میخواهم بپرسم که آیا حاضر هستین دینتان را تغییر بدین؟ آیا حاضر هستین که همیار برین کافر شوین؟ آیا حاضر هستین که خیر است دیگه مکاتب فکری و یا ادیان دیگر را یک طرف میگذاریم؟ آذر هستی هم یال خودت که تغییر مذهب بیتی، بیای شیعه شوی، چی میشه؟ شیعه مسلمان است، شیعه میشی؟ چرا نمیشی؟ ببینیم که همین قسم که کوچکترین تغییر در مسائل عقاید ما، که وقتی که با امو عقیده در یک خانواده به وجود آمدیم، تغییر را ما نمیپذیریم، مشکل است. بنابراین مسلمان شدن هم یک موضوع آسان نیست. امروز در کره زمین چند میلیارد انسان زندگی میکنه، مگر از بین این چند میلیارد چند انسان از اونها روزانه مسلمان میشن؟ شاید در بفیصدی هیچ. چرا؟ به خاطر از این که خود عقیده کردن و باور داشتن به یک امر یک مسئله آسان نیست، تا این که انسان خود را قانع بسازه، خود را اقناع کنه، مطالعه کنه، تحقیق کنه و بعد به یک مکتب
رو بیاره، مؤمن شوه و به همو روش بپردازه. و وقتی که یک انسان به یک مکتب رو آورد، وقتی که گیری مثلا مسلمان شد، این دیگه ایت یک موضوع بسیار سطحی و آنقدر آسان نیست که به خاطر یک کلمه باز بالاخره تمام اعمال از او فرو بریزه. این خداوند متعال، خالقی که خداوندی که خالق تمام جهان، جهانیان و هستی است، عقل کل است، بهتر از ما و شما میدانه که باور داشتن و یا مسلمان شدن یک گپ آسان نیست. به یک تبریکی، کسی نوروز تبریکی بگه، عبادت 50 سالش برباد میشه و همچنین کفر هم که به تعقیبش که عبادت 50 ساله برباد شد، بعد میفرماین کافر میشود. حضرت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن، گفتن که اگر هرگاه کسی که مسلمان میشه، مؤمن میشه، دیگر هیچ کسی حق تکفیر و تفسیق از او را نداره. اصحاب پیامبر پرسیدن، گفتن که هرگاه چنین شخصی مرتکب بدترین اعمال چون زنا و سرقت شد و باز هم بالای ایمانش تأثیر نداره، آیا ما او را نمیتونیم از دایره اسلام بیرون بخوانیم و کافر بنامیم؟ پیامبر گفت که و این زنا و سرقت، بله، حتی اگر مرتکب همین دو عمل زشت هم شود، و این زنا و این سرقت، قطعا ما او را کافر گفته نمیتونیم و صفت و اسم مؤمن بالای از او تا زمانی که از دنیا میره و تا وقتی که کافر نشده باقی است. بنان تو کی هستی که حکم تکفیر و کفر تمام انسانها را به خاطر یک موضوع بسیار کوچک نوروزتون تبریک و یا پوشیدن لباس صادر میکنی؟ به یک تبریکی، کسی نوروز تبریکی بگه، عبادت 50 سالش برباد میشه و همچنین کفر هم که به تعقیبش که عبادت. در علم اصول قاعده داریم که هر آنچه که به وجوب دلالت بکنه، به افتراض و فرض بودن یک موضوع دلالت بکنه و یا به خاطر تحریم یک موضوع، حرام بودن یک موضوع دلالت بکنه، باید لفظش صریح باشه، لفظش صریح باشه، کنایه نباشه، الفاظ مشتبه نباشه. حالا شما با اینمی قاطعیتی که این گونه تهدید را متوجه مسلمان ها میسازین، لاقل کلمه کنایه را شما نشان بدین در مسائل در قرآن و حدیث، که کلمه نوروز در کجا وجود داره که شما با این قاطعیت شما تمام مسلمان ها را با 50 سال عبادتش از اسلام خارج میسازین؟ متاسفانه که این جناب فعلا، قبل اگر ملا مارمولک این مسجد بود، امروز به من حیث دروازبان و نگهبان دروازه های دوزخ و جنت خود را ساخته و ما از مردم شریف هرات باستان خواهش ما ایست که اگر شما کوچکترین اهمیتی به عباداتتان میتین، به وضویتان میتین، به نمازتان میتین، نماز شما در عقب این شخص نمیشه، به خاطر از اینکه نماز انسانهای دانشمند در پشت انسانهای جاهل نمیشه. و حالا میبونه که ما در آغاز برنامه این سوال را مطرح کردم که چگونه انسان در عقب یک شخص کافر یک بار اتفاقا نماز میخوانه. این شخص این میانه که با این حرفایی که به زبان ران و مردم را با 50 سال عبادتش از اسلام خارج کرد، قبلا خودش کافر شده. حالا شما میگین دلیل، دلیلش ما بسیار احادیث زیاد داریم. حضرت ابن عمر رضی الله عنه از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که میگه اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. هر وقت یک شخص مسلمان شخص دومی را، مسلمان دومی را کافر خطاب کرد، اگر تمام شرایط و صفات کفر در وجود همان شخص دوم موجود بود، سیس این شخص کافر نمیشه. و اگر او شخص کافر نبود، با همین شرایط و صفات کفر اصلا موصوف نبود، کلمه کفر برمیگردد به شخص اول، یعنی شخص اول که کلمه کفر را خطاب کرده کافر گفته، خودش کافر میشه. حضرت ابوذر رضی الله عنه نیز روایت میکنن، میگن که من دعا رجلا بالکفر قال عدو الله وليس كذلك الا حار علی. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که هرگاه مسلمان مسلمان دیگری را دشمن خدا و یا کافر بخواند، اگر اون شخص با همان صفات موصوف بود خوب، در غیر آن این صورت خود کلمه کفر، خود حکم کفر بالای خود شخص اول برمیگرده و از اسلام خارج میشه. بنابراین به خاطر عظمین است که امامت خیلی ها یک امر سنگین و بسیار خطیر و پرمسئولیت است که شخص امام مراقب حرفهایش باشه، محتاط باشه، مواظب دهانش باشه، که نه اینکه هر چی که شیطان به زبانش به دهانش میاره به زبان برانه،
متوجه فتواهایش باشن، متوجه هم مبحثی که در یک جمع کلان در بین مردمای با از اقشار مختلف بیان میکنه متوجه باشه که چی رو بیان میکنه، چقدر فایده داره. این موضوعی که در ارتباط امی روز نوروز که وقت تمام مسلمان ها را در یک مسجد بسیار بزرگ شما جناب محترم ملا صاحب انصاری زایی کردین، چقدر به مردم ارزش داره، چه اهمیت داره، کدام درد مردم را دوا میکنه؟ بنان شما استحقاق و لیاقت ملا شدن را، امامت را شما ندارین. برنامه را در همین جا به پایان میرسانیم. و السلام علی من اتبع الهدی.